در آمریکا، کنگره ملی ایرانیان که یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است، دیروز در مراسمی که در یکی از ساختمان‌های کنگره آمریکا برگزار شد، از پیشنویس پیشنهادی برای قانون اساسی پس از سرنگونی حکومت کنونی در تهران رونمایی کرد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از این متن، امیرعباس فخرآور رئیس سنای کنگره ملی ایرانیان و جمعی از کارشناسان و چهره‌های اپوزیسیون نیز نظرات خود را مطرح ساختن. گزارش از همکارم فرهاد پولادی. اصلی که توش گذاشتن 175 اصل هیچ کمکی که نکرده هیچی، بلکه فقط مصیبت و گرفتاری برای 80 میلیون ایرانی به بار آورده. آقای فخرآور در مراسم رونمایی از پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند تابوی دشواری دستیابی به قانون اساسی پس از سرنگونی حکومت کنونی در ایران را بشکند. قانون اساسی که کسی به ما مجوز نداده که برای مردم ایران و برای ایران آینده قانون اساسی بنویسیم. ما داریم یک بحث رو باز میکنیم که یک شجاعتی توی جامعه ایجاد بشه، یک اعتماد به نفسی ایجاد بشه که آقا نوشتن قانون اساسی چیز وای خطرناکی نیست، شدنیه، میشه این کارو کرد. در این پیشنویس پیشنهادی اصل ولایت فقیه که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن بنا شده است کاملا حذف شده و رأی اکثریت مردم ایران به عنوان بالاترین جایگاه در تمامی تصمیم گیری ها تضمین شده است. ترنت فرانکس، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از حامیان تدوین این قانون اساسی، توصیه مشخصی را با شرکت کنندگان در این مراسم در میان گذاشت. I can express something by way of advice. I know you have a much better picture of your geopolitical landscape than I do. یک توصیه: اگرچه شماها نمای بهتری از وضعیت ژئوپلیتیک خود دارید، وقتی که این رژیم سرنگون شود، این خیلی حیاتی است که تمامی گروه‌های مخالف که اینجا و دیگر جاها هستند با همه سختی‌هایش کنار هم به صورت خودخواسته و نه اجباری جمع شوند. به گفته آقای فخرآور، برای نگارش این قانون اساسی از قانون اساسی آمریکا الهام گرفته شده است. دن هلتروپ، مشاور سیاست خارجی آقای فرانکس، در آغاز این نشست با توجه به همزمانی برگزاری نشست با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت به کنگره ملی ایرانیان زمان بسیار مناسبی را برای برگزاری نشست انتخاب کرده است که با هدف انتقال دموکراتیک سیاسی ایران همخوانی دارد. کنت کاتسمن، رئیس خدمات پژوهشی کنگره آمریکا، به عنوان یکی از کارشناسان مسائل ایران در این مراسم، از وجود نهاد شورای نگهبان به عنوان نهاد رد صلاحیت افراد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان اهمیت ویژه داده شده به شدت انتقاد کرد. رد صلاحیت نامزدها در انتخابات ایران یکی از دلایلی است که وزارت خارجه انتخابات در ایران را نه آزاد و نه عادلانه می‌داند، زیرا بر اساس این فرایند دامنه انتخاب نامزدها بسیار محدود می‌شود. کشیش سعید آبدینی که حدود 4 سال در ایران به خاطر تبلیغ مسیحیت زندانی شده بود، در این نشست گفت که حکومت ایران باید هر چه زودتر سرنگون شود، زیرا که مقامات تهران با آنچه به شستشوی مغزی نامید به دنبال تربیت نسل‌ها با ویژگی‌های رهبران کنونی ایران هستند. وظیفه داریم که روشنگری کنیم و وظیفه داریم از این نسل خردسال حفاظت کنیم. اگر ما به اونها خوراک سالم، تغذیه روحانی، روانی و جسمانی سالم ندیم، مطمئناً اونها افرادی خواهند شد مثل احمدی‌نژاد، افرادی خواهند شد مثل هریسی و افرادی خواهند شد مثل خامنه‌ای. بر اساس اطلاعات مندرج در سایت این نهاد، کنگره آمریکا در 19 اوت 2016، 29 مرداد 1395، با به رسمیت شناختن کنگره ملی ایرانیان، این سازمان را در صدر لیست گروه‌های مخالف رژیم جمهوری اسلامی قرار داده است که برای تحقیر حکومت فعالیت می‌کنند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.